حمله‌های نخستین روز آتش بس. حمله‌های گسترده طالبان در نخستین روز آتش بس حکومت. یک ولسوالی سقوط کرد و نزدیک به 30 سرباز ارتش و پلیس در نقاط مختلف کشور جان باختند. ما با تمام احضارات از موازی خود دفاع کردیم. سفر رئیس ستاد ارتش پاکستان به کابل، اجرای شدن پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی یکی از هدف‌های این سفر گفته شده است. چگونه ما میتونیم پلان عملی که بین افغانستان و پاکستان به امضا رسیده بود به او جنبه اجرایی و تطبیقی؟ بیش از 3 میلیون کودک سرگرم کارهای شاق در کشور. کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت را در بهبود وضعیت کودکان کارگر و کمکاری متهم می‌کند. از دولت مردا گرفته تا جامعه تا اجتماع در رابطه با کار اطفال بسیار بی‌تفاوت عمل کرد. سلام و شبتان بخیر. به مجموعه خبری تحلیلی ساعت 10 شب از یک خوش آمدید. من یاسر عبارستم. مشروع خبرها. در نخستین روز آتش بس اعلام شده از سوی حکومت افغانستان، طالبان ولسوالی کوهستان فاریاب را سقوط دادند و ولسوال آن را کشتند. همزمان این گروه در بخش‌های دیگر افغانستان حمله‌های گسترده انجام دادند. بامداد امروز جنگجویان طالب با انفجار دادن یک هاموی پر از مواد انفجاری در برابر ساختمان ولسوالی مقر غزنی 5 سرباز پلیس را کشتند و به شمول ولسوال 26 تن دیگر را زخمی کردند. وزارت دفاع ملی سقوط ولسوالی کوهستان فاریاب را رد میکند، اما میگوید در مناطقی که طالبان حمله کرده با واکنش نظامیان کشور روبرو شدند. سجاد محمدی گزارش میدهد. رئیس جمهور غنی از 27 ماه رمضان تا 5 عید با گروه طالبان آتش بس اعلام کرد. اما طالبان از سوی خود تنها در 3 روز عید آتش بس اعلام کردند. جنگجویان گروه طالبان در نخستین روز آتش بس اعلام شده از سوی حکومت در بخش‌های از افغانستان حمله‌های گسترده انجام دادند. یکی از این حمله‌ها بر ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب بود. منابع محلی تایید می‌کنند که طالبان این ولسوالی را سقوط داده که در نتیجه آن 13 تن از نیروهای امنیتی و عبدالرحمن پناه ولسوال کوهستان جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند. رئیس شورای ولایتی فاریاب می‌گوید که نزدیک به 200 تن از نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی در قلعه سادات در نزدیکی این ولسوالی در محاصره قرار دارند. اما وزارت دفاع ملی میگوید که این ولسوالی به دست طالبان نیفتاده و در حال حاضر نیروهای کماندو و ارتش در نزدیکی این ولسوالی در منطقه قلعه سادات جابجا هستند. ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب سقوط نکرده. ما در پهلوی ولسوالی در قصر سعادت کماندوها و نیروهای اردوی ملی قرار دارند و ما ملزم هستیم و متعهد هستیم که از منافع ملی و حاکمیت ملی در مقابل تعرضات گروه هایی که خود را در مقابل نیروهای دفاعی با آزمایش می گیرند دفاع می کنیم. در همین حال آمر امنیت پلیس غزنی میگوید که از شب گذشته تا امروز طالبان در 6 ولسوالی و 3 منطقه به شمول برخی کمربندهای امنیتی شهر با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این گروه بامداد امروز یک موتر هاموی پر از مواد انفجاری را نیز بر ساختمان ولسوالی مقر انفجار دادند که در نتیجه آن 5 سرباز پلیس جان باخته و 26 تن دیگر به شمول ولسوال مقر زخم برداشتند. یو ټانک شي هنوی دی دښمن په لاس کې لیدلی و، هغه هم بیا مین ګزارې شوی و. د هغه ټانک په واسطه باندې یې د ولسوالي لومړی کرول نه دوهم کرولو ته ځان رسولی و، هغه انفجار کړی و. په نتیجه کې یې شپږ نفره شهیدان او 23 نفره زخمیان لرو. شب گذشته دښمن عملیات تهاجمي را د 3 محل انجام دادن که د این 3 محل تعداد نیروهای امنیتی هم شاید زخمی داشتند و دشمن تلفاتش بیشتر را در پستهای کمربندی شهر، اندر، دیک، جغتوم، خوگیانی، قرباخ،
تلفات دشمن از ما بیشتر بود. در امی چند سال قبل واقعا شاهد هستیم که اینا آتش بس خود را اعلان کردن، اما در فاریاب اما در خیلی از ولایات دیگه اینا واقعا عملات انتحاری خونبار را اندازی کردن. در همجواری کابل ولایت میدان وردگ نیز طالبان حمله هایشان را بر پاسگاه های پلیس افزایش دادند و دو پلیس را کشتند. شب گذشته هم طالبان بر پاسگاه های نیروهای ارتش در منطقه قفلاتون ولسوالی صیاد سرپل حمله کردند که در نتیجه 8 سرباز ارتش جان باخته، 12 تن زخمی شده و گفته می شود 25 سرباز دیگر ناپدید هستند. صرف دو پاسگاه نیروهای امنیتی ما به دست دشمن افتیده و دشمن تلاش دارد تا مرکز صیاد تصرف بکنه و نیروهای امنیتی هم مقاومت کرده رایسته. ما امیدوار هستیم که هرچه زودتر نیروی کمکی هم زمینی و هم هوایی به او صاحب برسه تا وضعیت بهتر از این نشه. وزارت دفاع ملی میگوید در مناطقی که طالبان دست به حمله زده با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شدند. در بعضی جاها مثل ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب، سرپل و غزنی یگان تحرکات از جانب گروه های مخالف به وقوع پیوسته که ما با تمام احضارات از مواضع خود دفاع کردیم. همزمان با این شورای امنیت سازمان ملل متحد از گروه طالبان خواسته آتش بس موقت از سوی دولت افغانستان را رعایت کند. آقای نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله اینجا با ما هستن و بیشتر صحبت میکنیم. سلام به شما آقای دانش. همون گونه که پیش بینی میشد همزمان با اعلام آتش بس یک جانبه شما رو مطرح میکردن که طالبان دست کم تا روز اول عید که آتش بس اونها هست و برقرار خواهد شد هیچ اعتنایی به آتش بس یک جانبه نخواهند داشت. این فاصله که وجود داره به همون گونه هم شد. اول خب باید فرصت داده شود که ببینیم که در عقب حملاتی را که دیشب انجام شده کدام گروه دست داره، چون ما با تمام گروه های تروریستی آتش بس نداریم، اعلام نکردیم. تنها با دو گروهی که بیشتر رهبری و مدیریت اونا در دست افغان هاست و با اونا صحبت شده و آتش بس صورت گرفته. بحثی است که ما شبکه حقانی، شبکه داعش، شبکه تروریستی القاعده، لشکر جنگوی، جهش محمد و ده ها شبکه تروریستی که در افغانستان متاسفانه فعالیت میکنند، با اینا که بیشتر مدیریت و رهبری از طرف بیرونی ها میشن، ما با اینا آتش بس نداریم. حملاتی که صورت گرفتن و پیش از وقت از گروش صحبت بکنیم، اما به اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان در پالیزی که ما آتش بس اعلان کردیم به تمام نیروهای ما احضارات دادیم که در صورت از اینکه اگر بالای شما حمله میشه و یا ای که بالای یک ساحه و یک منطقه که مردم عام از دروجه آسیب میبینن شما دفاع بکنید. چگونه از حالاتی که ده ها قربانی میگیرین حملات، دست کم در گزارش هایی که ما داریم مثلا از حمله به ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب اگر آغاز بکنیم که ولسوال کوهستان هم از بین رفت، این حمله هم گزارش شد که از سوی طالبان انجام شده، 12 شهید داشتیم، 13 زخمی و همونطور حملات دیگه که به مرکز ولسوالی و قراول فرمانده امنی ولسوالی مقر غزنی انجام شد با موتر و یک عالم از اینها که مثالای شما داریم و مطرح خواهیم کرد. چگونه اظهارات این آتش بس اعلام شده از سوی حکومت نیروهای امنیتی و دفاعی را در چه شرایطی قرار داده؟ من پیشتر گفتم که نیروهای ما در اظهارات هست، در جاهایی را که شما به اشاره کردین هر حرکت تروریستی یک صورت گرفته باشه و هر جناح و هر گروهی را که حمله را انجام داده باشه به او پاسخ داده شده و در آینده اگر همچون کاری صورت بگیره به او پاسخ داده میشه. یعنی در او وضاحت داره هدایت رئیس جمهور افغانستان که هرگاه بالای شما حمله صورت میگیره و آتش بس که از طرف ما اعلام شده و نقص میشه، طبعا شما میتونین عکس العمل داشته باشید. بله دقیقاً که این عکس العمل خواهند داشت، ولی تحلیل های مقام های امنیتی همزمان با این که آتش بس اعلام شد ای بود که
اعلام این آتش بس روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی را ضعیف می‌سازد. از جانب دیگر باعث میشه که فرصت بیشتر برای طرف‌های جنگ افغانستان فراهم شود، این طرف بیشتر قربانی بگیرد، اکمالات به موقع صورت نگیره، همانند وقتی که جنگ در حالت تعلیق نیست. و حالا که این رویدادها اتفاق میفته، مردم میگن میشه صحه گذاشت بالای همین این احتمالات. ببینین، ما به اساس همو فرمایشات و هدایاتی را که شورای عالی شورای علمای افغانستان که بیش از 3000 در یک شما دیدین در یک مجلس بی سابقه اینا جمع شدن و فتوا دادن و از ما خواستن که باید نیروهای امنیتی افغانستان آتش بس اعلان کنن و به احترام ماه مبارک رمضان و به هدف حسن نیت ما این کار انجام دادیم و او را ما به تمام نیروهای ما ابلاغ کردیم، هدایت رئیس جمهور افغانستان است. اما هرگاه دشمن و مخالفین مسلح دولت هر جایی که اگر بخواین ای آتش بس نقض بکنن و بالای نیروهای ما حمله بکنن و بالای شهرها و ساحاتی که در اوج مردم زندگی میکنن، طبعا که باز ما نیاز است که در مقابلشان بیستیم و مانع این فعالیت ها شویم. با استفاده از تجربه روز اول آتش بس، یک شب پیش خب رویدادهای زیاد اتفاق افتاد و همونطور از سر پل هم لازم است یادآوری بکنیم و در رابطه جزئیات شما را هم داشته باشیم در مورد روستاهای قفلاتون و القانی قشلاق ولسوالی صیاد ولایت سر پل که دیشب باز از یورش مهاجمان به پازگاه های ارتش و پلیس محلی گزارش شد و در مورد از بین رفتن 12 نیروی امنیتی، شهید شدن 12 نیروی امنیتی و 4 سرباز ارتش که اسیر شدن و 30 نیروی ارتش و پلیس محلی هم ناپدید هستن و حالا هم گفته میشه وضعیت وخیم هست. در این رابطه هم شما صحبت بکنین. با استفاده از تجربه روز اول چگونه تدابیر جدی میسازین برای روزهایی که دست کم فاصله هست تا اول عید که طالبا هم آتش بس خواهند؟ خب ولایت سرپل، فاریاب، ننگرهار و فرا و ولایاتی که یک اندازه سطح تهدیدات بالا بود و در حال حاضر است، و ما تدابیر خاص خود داریم. نیروها برای ازی که هرگاه حرکاتی در روز صورت میگیرند باید آماده دفاع باشند. گیره مگر در ساحه دگام این همچو حرکت های صورت بگیره، طبعا در اوجه هم با اکسل عمل نیروهای ما مواجه خواهد شدن. اما توقع و تقاضای مایی است از رهبری جمهوری اسلامی افغانستانی است که به احترام ماه مبارک رمضان بیشتر از این مردم نارام و ناراحت نسازیم و موباب مذاکره، صلح و صحبت های رکعسی را باید باز نگاه بکنیم و آنچه را که از طرف ما مطرح شده ای را بپذیریم و بین که در یک فضای صلح به بحث و مذاکره بپردازیم. ای به سود ماست جنگ و فکر میکنم که ای نارامی ها به جز ای که همه مردم افغانستان تباه بکنه و به طرف تبایی بکشانه چیزی به دست ما نبیه. در آمدن به موضع تدافعی در وضعیت که ما انتخابات را پیش رو داریم و اعلام آتش بس که از امروز اجرایی شد و برقرار شد، ظاهرا که عملیات نصرت هم متوقف هست، ما به خاطر داریم که در مورد 2040 مرکز با تهدید بلند وزارت داخله در 5 حمل صحبت کرده بود همزمان با شروع مرحله اول روند ثبت نام و از 984 مرکزی که از حاکمیت دولت خارج است وعده داده بود که در این رابطه اقدام میکنه و این جزء عملیات نصرت است. این تاوان را کی خواهد پرداخت؟ ما تنها به گزارش امسوبه را که من از اپراسیون وزارت داخله شنیدم، تنها ما در غزنی کمی مشکلات وجود داره. در سایر ساحات این مراکز باز شده و مردم رفتن، این حدود 6 میلیون هموطنهای ما رفتن ثبت نام کردن و هنوز هم چیزی که من معلومات دارم در روز دیگه مرحله دوم تمدید شده و قرار است یک جمعی از مردم در 10 روز دیگه هم باید مراجعه بکنن و میرن به برای ثبت نام. ولی به هر حال ما بالاتر از 400 مرکز بسته داریم. خب در گذشته هم در انتخابات گذشته ما کم بیش حدود 900 مرکز بسته داشتیم و او انتخابات شد و شما شاهدش بودیم. ولی عملیات نصرت به خاطر اعلام آتش بس متوقف است. خب ما به عملیات ما تا همی میادی را که تعیین کردیم برای آتش بس، اگر طرف مقابل حسن نیت نشان نده و لبیک نگوید، طبعا که باز دوباره آغاز خود شد. شما اشاره کردین که با طالبان و شبکه حقانی دولت اعلام آتش بس کرده ولی حملات زیر نام داعش انجام میشه. نمونهش حمله دیروز بود.
که به کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات اتفاق افتاد روی داد، تأثیر این آتش بس روی برنامه های امنیتی سکتور امنیتی افغانستان برای مبارزه با سایر گروه هایی که دولت افغانستان با اونا آتش بس نداره، فکر نمیکنین که دست کم به اساس بعضی از تحلیل هایی را که امروز ما میخواندم ناکام بوده؟ خب دست کم یک حادثه مرگبار دیروز در پایتخت اتفاق افتاد، شمار زیادی هم قربانی شدن، کشته و زخمی شدن. در سایر ساحاتی که این گروه های یا شبکه های مختلف دیگی فعالیت دارند، در اونجا عملیات های ما ادامه پیدا میکنه. برای دفع حملات تروریستی در هر جایی که باشه برنامه ها برای دفعش و برای خونسا ساختنش روی دسته است، چنانچه دیروز هم خوشبختانه یک حمله تروریستی دیگه جلوگیری شد. اما فراموش نکنیم که خب در حال جنگ است، مشکلات وجود داره و ما همواره و حکومت افغانستان در صدد راه حل هستیم که ما از این بنبست و از این وضعیت بیرون شویم. بله، در پایان در آستانه برقراری آتش بس چه پیش بینی میشه ارائه کرد با توجه به اینکه روز اول عید از اون طرف آتش بس برقرار خواهد شد، این روزهایی که در نهایت تا پنجم عید آتش بس ادامه پیدا میکنه چه پیش بینی واقعا میشه ارائه کرد از وضعیت کلی امنیتی در سراسر افغانستان؟ خب ما خوشبین هستیم، به خصوص با اعلامی را که برای می 3 روز عید طرف مقابل اعلام کرده، از او استقبال میکنیم و روزو داریم که روزها تمدید بشه و بیشتر انکشاف بکنه این مذاکرات و بحثا، و انشالله که ما امید ما را نمیبریم. انشالله امیدوار و آنچه را که ما برنامه ریزی کرده ایم برای برنامه های بعدی ما کامیاب میشه و نگرانی جدی نداریم. ما در کلم آمادگی های سراپا داریم برای دفع حملات و برای آنچه که بالای ساحاتی را که افرادی باشن و برای پروسه لبیک نگویند که پاسخ داده شوند. سپاسگزار شما نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله. رئیس ستاد ارتش پاکستان امروز در یک سفر رسمی به کابل آمد. ریاست جمهوری در خبرنامه هدف سفر آقای بجوا به کابل را اجرایی شدن پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی، مبارزه با هراس افغانی، کاهش خشونت ها و گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغان ها گفته است. چگونگی ایجاد مرکزهای هماهنگی دو کشور در بخش‌های مرزی و استقرار افسران ارتباطی در اسلام آباد و کابل از موضوع‌های مهم دیگر بحث میان آقای بجوا و مقام‌های حکومت افغانستان گفته شده است. این دومین سفر رئیس ستاد ارتش پاکستان در 3 ماه گذشته به کابل است. قمر جاوید بجوا امروز با رئیس جمهور غنی، عبدالله رئیس اجرایی مشاور شورای امنیت ملی و وزیران دفاع و داخله دیدار کرده است. همکاری های مشترک دو کشور بر ضد هراس افغانی، گفتگوهای صلح با طالبان بر رهبری دولت افغانستان، امنیت مرزها، چگونگی ایجاد مرکزهای هماهنگی در دو نقطه مهم مرزی چمن و تورخم برای تبادل اطلاعات و استقرار افسران ارتباطی در کابل و اسلام آباد از موردهای گفته شدند که در چارچوب پلان عمل روی آن بحث شده است. سندی که از طرف هر دو کشور تعیین شده و در چندین محور روی مکانیزم‌ها و سازوکارهای ویژه صحبت میکنه، کمیته های تشکیل میشه، رئیس اجرایه روی اینا تاکید کرد و در این حال ابراز امیدواری کرد که آتش بسی که فعلا ایران شده و طالبا هم اعلان کردن که در روزهای عید آتش بس را احترام میگذارن تمدید شوه و پاکستانی ها عملا تلاش بکنن که میزان خشونت در افغانستان کاهش پیدا بکنه تا بتونه که زمینه را برای اعتماد سازی و اقدامات بعدی فراهم بکنه. مقام های ارشد نظامی افغانستان و پاکستان روز یکشنبه در راولپندی توافق کردند همکاری های استخباراتیشان را گسترش دهند و بر فعالیت های هراس افغانان در امتداد خط دیورند نظارت داشته باشند. مقام های دو کشور در نشست روز یکشنبه همچنان برای شریک سازی اطلاعات استخباراتی، ایجاد مرکزهای هماهنگی مشترک و جابجایی افسران ارتباطی در کابل و اسلام آباد توافق کردند. هدف شریک ساختن اطلاعات استخباراتی و نظارت از رفت و آمد هراس افغانان در امتداد خط دیورن گفته شده است. هدف سفر لوی درستیز پاکستان و دیدارهایی که با مقامات حکومت افغانستان داشت روی ای است که چگونه ما میتونیم پلان عملی که بین افغانستان و پاکستان به امضا رسیده بود به او جنبه اجرایی و تطبیقی بدهیم.
مقام های دو کشور در حال بر همکاری های بیشتر نظامی و اطلاعاتی و ایجاد مرکز های هماهنگی توافق می کنند که درگیری ها در افغانستان به شدت جریان دارد. هرچند برخی ها نسبت به توافق جدید همکاری میان دو کشور خوشبینند، اما شمار دیگر به این باورند که پاکستان هرگز به تعهدهای صادق نبوده و با افغانستان در مبارزه با هراس افغانی کمکاری کرده است. تا کنون بیش از 1000 تن در انتخابات مجلس نمایندگان در سراسر کشور خود را نامزد کردند، اما در ولایت غزنی به علت بسته بودن دفتر کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون هیچ نامزد نامنویسی نکرده است. بر بنیاد گزارش های ابتدایی شمار نامزدان زن در شورای ولسوالی ها به مراتب کم است و به همین منظور روند ثبت نام نامزدان شورای ولسوالی ها تا 2 روز دیگر تمدید شده است. از سوی هم روند ثبت نام رای دهندگان در مرکز شهرها و ولسوالی ها امروز به پایان رسید و این روند تنها در روستاها ادامه خواهد داشت. تا کنون بیش از 6 میلیون تن در مرکزهای ثبت نام رای دهندگان نامنویسی کردند. این روند امروز در مرکز شهرها و ولسوالی ها پایان پیدا کرد ولی در روستاها ادامه دارد. از سوی هم تا کنون نزدیک به 2000 تن به هدف رایابی به شورای ولسوالی ها نامنویسی کردند ولی میزان نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی ها به ویژه میزان زنان به مراتب کم است و سبب شده که قانون انتخابات که 25% کرسی های شورای ولسوالی ها به زنان اختصاص یافته تکمیل نشود. ظاهرا به همین دلیل روند ثبت نام نامزدان شوراهای ولسوالی ها تا 2 روز دیگر تمدید شده است. این روند تمدید نخواهد شد، بلکه برای انتخابات شورای ولسوالی ها حدود 2 روز دیگر، یعنی تا 24 جوزا فرصت هست که کاندیدانی که برای انتخابات شورای ولسوالی ها قصد دارند که نام نویسی کنند از این فرصت استفاده کنند. نهادهای ناظر انتخاباتی از حضور کمرنگ نامزدان شوراهای ولسوالی ها به شدت ابراز نگرانی میکنند. با باور این نهادها در صورتی که تا 2 روز دیگر زنان در شوراهای ولسوالی ها ثبت نام نکنند 25% از کرسی های زنان در این شوراها خالی خواهد ماند. تعدادشان بسیار کم است. یک چالش جدی است برای مشارکت نامزدها در بحث شورای ولسوالی و همچنان محدود شدن حق انتخاب برای مردم. ولایتی هستند که هنوز یک نفر به عنوان شورای ولسوالی خود نامزد نساخته، مثل فرا، کندهار و ولایت هستن که در اونجا هنوز 1 یا 5 تا مثل لوگر. از سوی هم روند ثبت نام نامزدان مجلس نمایندگان پایان پیدا کرده و تا کنون نزدیک به 1200 تن خود را در سراسر افغانستان ثبت نام کرده و تا فردا صبح این رقم افزایش خواهد یافت. ولایت های کابل، ایرات و ننگرهار بیشترین نامزد را دارد ولی در غزنی به علت بسته بودن دفتر کمیسیون مستقل انتخابات هیچ نامزد تا کنون ثبت نشده است. مسئله غزنی یک مسئله جدی است، نگران هستیم. ما امرای حکومت در بحث‌های جدی هستیم که این مسئله را نقطه پایان بگذارد، چون انتخابات هم متاثر می‌سازد. از سوی دیگر احزاب سیاسی هشدار می‌دهند در صورتی که سیستم انتخاباتی کشور به سیستم چند بعدی تغییر نکند، دروازه‌های دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات را در سراسر کشور خواهند بست. اگر به این خواست‌ها اعتنا نشود، ما کماکان به فعالیت های مدنی خود و ادامه میتیم و شاید مجبور بسازیم حکومت که دفترهای انتخاباتی رو ببنده. ما فعلا امید داریم که روند اصلاح شود، ولی اگر یک وقت خدای نخواسته به این جنبندی برسه احزاب، جریان ها و شخصیت های ملی که روند اصلاح پذیر نیست، در او صورت ممکن است رایزنی بکنه که چطور جلو یک انتخاباتی که او پیایند جز بحران مجدد ندارد، جلو یک انتخابات در مجموع گرفته شد که انتخابات در یک همچالت برگزار نشود. روند ثبت نام نامزدان مجلس نمایندگان و روند ثبت نام رای دهندگان در حال پایان پیدا کرده که ناامنی هنوز هم یکی از چالش های جدی در برابر برگزاری انتخابات پارلمانی آینده به شمار می رود. بانو صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا با ما هستن و به شرح صحبت میکنیم در رابطه با نگرانی هایی که در رابطه با انتخابات مطرح میشه و چگونگی به پیش رفتن مرحله های مرتبط با پروسه انتخابات افغانستان به شرح صحبت میکنیم. خوش آمدین بانو سعادت. در وضعیتی که مرحله های مرتبط با انتخابات در حال پایان پذیرفتن هست، بحث ثبت نام نامزدها پایان پذیرفت و همونطور ثبت نام رای دهنده ها در مرکز
ولایت ها، ولی کماکان کمیسیون با مشکلات داخلی خود دست و پنجه نرم میکنه و از جانب دیگه بحث استقلالیت هم زیر پرسش هست، از جمله اقدام فراقانونی که برخلاف ماده 22 قانون انتخابات انجام داد در رابطه با معرفی رئیس دالنشاه. این وضعیت انتخابات افغانستان را به کدام سمت حرکت میده و سوق میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده های محترمتان. قسمی که شما هم در جریان هستین و چند نکته را یادآوری کردین، باید بگوییم که کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک نهاد مستقل و قانونی که به اساس قانون اساسی و قانون انتخابات یگانه نهاد یا یگانه مرجع برگزاری انتخابات هست، متاسفانه در این اواخر به اساس ارزیابی و نظارت ما نتانسته او کارهایی را که باید انجام میداد انجام بده. یک خو تا هنوز هم ما میخوایم بگویم که کمیسیون انتخابات یک پلان عملیاتی کلی برای انتخابات امسال نداره. متاسفانه این یک فاجعه است، به خاطری که ما پیش از رفتن به هر نوع انتخابات باید یک پلان عملیاتی داشته باشیم که تمام فعالیت های کمیسیون، تمام فعالیت های نهادهای دیگر در او تعریف شده باشند. و فعلا این کار چی بوده؟ کمکاری کمیشنرها یا خالی بودن پست دبیرخانه؟ نه فکر میکنم که این بیشتر برنمیگرده به پست دارالانشا، به خاطری که کار کمیسیون از کار اعضای کمیسیون هست که باید او را نهایی کنن، ترتیب کنن و بعد بسپارن به ریاست دارالانشا که اونا با تطبیقش کوشا باشن و عمل کنن. اما متاسفانه ما این طرح ای پلان نداریم. یک بحث دیگه بحثی است که حکومت افغانستان سه نفری را که از طرف کمیسیون معرفی میشه رد میکنه. اول کار خود حکومت فراقانونی است، بخاطر که در قانون اصلا گفته نشده که حکومت حق و صلاحیت از رو داره که او سه نفر را رد کنه و دوباره بخواه که معرفی شود. یک بحث دیگه ای است که کمیسیون انتخابات همیشه در حرف و در کلام ادعا کرده که استقلالیت خود حفظ کردن و حفظ میکنه، اما این نمونه خیلی بارزش هست که به اساس خواست حکومت افغانستان 7 نفر از میان کسایی که در لیست کمیسیون باقی مانده معرفی میشه، در کنار از او 6 نفر دیگه قسم معرفی میشه که هر کمیشنر یک نفر از خود معرفی میکنه. یعنی به اساس اطلاعاتی که به ما رسیده 13 تن به حکومت افغانستان معرفی شده. ای که مبنایش و منطق از این 13 نفر در کجا هست واقعا سوال بسیار کلانی هست. کمیشنر چرا چنین میکنن؟ خب دست کم قانون در این رابطه صراحت داره، همونطور که شما اشاره کردین به وضاحت فقره سوم ماده 22 در رابطه میگه که 3 نفر را کمیسیون معرفی میکنه به حکومت و اونا فقط 1 نفر از میان اینها به صفت رئیس دارالانشا معرفی میکنن. این خب صراحت داره، یک مسئله مبهم هم نیست. در قانون انتخابات این مسئله یادآوری شده. چرا این کار را میکنن؟ شما رو میگن که کمیسیون جایگاه خود درک نکرده یا آگاهانه میخواد که این جایگاه متزلزل شود؟ حالا آگاهانه یا غیر آگاهانه زیاد مطرح نیست، بحث ای هست که واقعا این کار صورت میگیره و لطمه بسیار کلانی به انتخابات افغانستان و به نهادهای انتخاباتی زدن میشه. اعضای کمیسیون انتخابات متاسفانه استقلالیتشان با این عمل کرد زیر سوال میره و ما به صراحت گفته میتونیم که کمیسیون مستقل انتخابات مستقل نیست، کاملا وابسته به حکومت افغانستان هست. یک مسئله. بحث دیگه ای هست که متاسفانه تمام کارهایی که صورت میگیره، کمکاری ها و وقت کشی ها و مسائل دیگه، کمبودی ها و کاستی هایی که صورت میگیره، نشان دهنده از این هست که اعضای کمیسیون در داخل کمیسیون انتخابات آماده همچین انتخابات برگزاری همچین انتخابات نیست. این عدم آمادگی برگرفته از عدم تجربهشان در مسائل انتخاباتی هست، عدم صداقتشان در مسائل انتخاباتی هست. تمام از اینها ما را نگران از این می‌سازد که ما نتانیم انتخابات به وقت و زمانش برگزار کنیم، یا اگر یک انتخاباتی هم که برگزار شود یک انتخابات نسبتاً قابل قبول برای مردم افغانستان نباشه. اینجا کجای کار مشکل داره؟ کمیسیونی که شما عملاً اینجا صحبت کردین مستقل نیست، این استقلالیت خود کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات باعث شدن که زیر پرسش بره، یا این طرف اعمال نفوذ دولت حکومت غلبه کرده؟ دست کم در دو موردی که مردم هم مطرح میکنن
بحث نصب استیکر بر کابی شناسنامه ها و این بحثی که خلاف یک ماده قانون انتخابات میان تعداد زیادی از نامزدها را برای پست دبیرخانه معرفی میکنن، عملا کار برای متزلزل ساختن جایگاه کمیسیون هست که کمیشنرها این کار را کردن. یعنی شما فکر نمیکنین خود اینها باعث میشن که یا به عبارت خودشان مقصر هستن که کمیسیون استقلال ازش بپرسه؟ درست است که در خیلی از مسائل مدیریت یا خود یک نظام بسیار سازنده هست در پروفایل یک نهاد، اما اشخاص هستند که این پروفایل می سازند. متاسفانه افرادی که در کمیسیون هستند، کمیشنر صاحبایی که در کمیسیون هستند، با عملکردهایی که در یک سال گذشته یا در یک و نیم سال گذشته داشتند، ای ذهنیت تدایی کردن در ذهن مردم که واقعا استقلالیتی که یک پروسه ملی مثل انتخابات نیاز داره اونا نمیتونه او را تامین بکنن و کمیسیون مستقل انتخابات همچنان مستقل نگاه دارن. مطمئنن حکومت افغانستان چه در این دوره، چه در دوره های گذشته و چه در دوره های آینده همیشه مداخلات خود به عنوان یک نهاد ذینفع خواهد داشت. اما این مهم است که کمیسیون انتخابات چقدر در مقابل این فراقانونی عمل کردن حکومت و یا دساتیر و یا فرامینی که صادر میشه چقدر استادگی میکنه و میخواد که استقلالیت خود نگه داره. اما شما میبینید که با سادگی ای فروخته میشه از طرف اعضای کمیسیون. بله، با این روی کرده که دولت اتخاذ کرده و با عمل کرده و کار کرده که از خود نشان داده، دست کم نمونه های از مداخله حکومت را ما داره، مردم هم در جیجان قرار دارن، با این کار حکومت به دنبال چی هست؟ بحث کلانتر، همون بحث مهندسی انتخابات، هر دو انتخابات که بسیار مهم هست، هم پارلمانی و هم ریاست جمهوری سال آینده خورشیدی، هر دو مطرح هست یا خیر؟ مثلا این بحث دبیرخانه بهانه این بود که رئیس اجرایی بیرون کشور هست یا بعد رئیس جمهور بیرون کشور هست، هر دو حالا کابل هستن، ولی این مسئله حل نمیشه. بزرگترین هدف پشت تمام این عملکردهای حکومت این هست که در قدم اول اصلا حکومت افغانستان هنوز هم تصویر روشنی از برگزاری انتخابات در امسال نداره، یعنی اراده قوی بر برگزاری انتخابات نداره و هر بحث بسیار کوچک یک موفقیت بسیار بزرگ برای حکومت افغانستان خواهد بود که این انتخابات برگزار نکنه. یک بحث دیگه ای هست که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، یعنی که باید در سال آینده برگزار شود، به تعویق بندازه و عمر این حکومت دوباره تمدید شود. بیشترین و بزرگترین دلایل تمام این عملکردهای حکومت همین هست که انتخابات ریاست جمهوری در وقت و زمانش برگزار نشوه و همچنین انتخاباتی که امسال قرار هست برگزار شوه، اول خب برگزار نشوه، اگر برگزار هم شوه به شکل مهندسی شوه که تیم کلان حکومت در پارلمان افغانستان قرار بگیره و حکومت افغانستان همچنان بتانه به کارهای غیر قانونی خود ادامه بده و تمام حرفا و حدیثا و فرامینی که صادر میشه از طرف پارلمان هم لبیک به او گفته شوه. بیشترین یا بزرگترین دلیلش همین هست که حکومت در پی از این طرف شما میگین حکومت اراده نداره، ولی باز انتقادی که به کمیسیون مثلا راجع میشه، یک بحث چاپ بیرویه استیکرها هست. حدود 18 میلیون استیکر چاپ شده در حالی که در انتخابات گذشته که مردم افغانستان تجربه داشتن هیچ وقتی از 8 میلیون رای دهنده ما بیشتر نداشتیم. میگن که این هم به صورت سازماندهی شده کمیسیونی که به هر حال دو قطبی در داخلش وجود داره، یک تعداد از کمیشنرها مردم میگن که وابسته به حکومت هستن، حالا میخوان که به این مسیر تقلب و مهندسی اینها هم همکاری بکنن و کمک بکنن. به هر حال این چی را میرسونه؟ کمیسیون انتخابات، من پیشتر هم گفتم، خیلی از این کمکاری هایی که صورت میگیره یا اشتباهاتی که صورت میگیره از عدم تجربه کافی تمام اونها در مسائل انتخاباتی است. اگر این حرف هم زده میشه خیلی وقتا انتقاد میکنن که چرا شما ما رو بی تجربه و بی ظرفیت میگیم، ولی واقعا در بحث انتخابات افتضاحاتی که بیرون داده میشه نشان میده که چقدر اینا با ظرفیت هستن و چقدر پیشبین اوضاع و قضایا هستن. اما 18 میلیون امروز از او اینقدر سوء استفاده صورت گرفته و حداقل دیروز و پریروز به
هزارها استیکر فروخته شده در خیلی از ولایات افغانستان، در پکتیا، در نورستان فروخته شده و از او استفاده سو به صورت گسترده صورت میگیره از او. اما متاسفانه کمیسیون انتخابات هیچ جوابی بر از این نداره و وقتی که جوابی نداشته باشه اوتوماتیک پاسخ شما همین هست که اونها در این مهندسی کلان و در این تقلبات گسترده به یک نحوی دخیل هستن، یا فهمیده یا نفهمیده، و واقعا باید جواب مردم افغانستان سمست. هم در ختم بتن. در پایان اگر اشاره بکنین با توجه به اینکه قضایای حل نشده زیاده، کمیسیون مستقل انتخابات داره بحث برگزاری انتخابات در غزنی به عنوان یک مشکل مطرح هست، بحث ناامنی ها که باز ممکن هست اینجا هماهنگی با نهادهای امنیتی مطرح باشه، بحث اصرار و تاکید و جدیت و پاسخگو ساختن اونها در این مسیر، نهادهای امنیتی در این مسیر مطرح باشه، بحث ادامه کار سرپرستی در دفاتر ولایتی کمیسیون و امثال اینها با عنوان مشکلات مطرح هست، اینها چگونه حل میشه در شرایط کمیسیون یک عالم مشکل دیگه هم داره. کمیسیون انتخابات فقط در قدم اول باید اتحاد و اتفاق را که نیازمند یک پروسه ملی هست در درون خود بسازن. هنوز هم اینا بر روی چوکی های بسیار خرد و ریزه ولایات دسر و کله یک دیگه میزنن و این واقعا ما را نزدیک به انتخابات نمی کنن بلکه دورتر میسازن. او اتفاق و یک پارچگی باید بینشان به وجود بیاد و بعد از او اینا بتانن و بیرون کارهایی که نیاز هست انجام بدن که متاسفانه این وجود نداره. در قدم اول باید این هماهنگی صورت بگیره، این اتفاق صورت بگیره و بعد کارهای دیگه ای که از همه مهمتر انتخاب رئیس دارالانشا هست، بخاطر که تمام فعالیت‌های عملیاتی مسئولیت رئیس دارالانشا هست. من یک نگرانی رو می‌خوام با شما مطرح بسازم. امروز دلیلی که رئیس دارالانشا انتخاب نمیشه، یکی از دلایلش همین هست که فردا اگر انتخابات بدی ما داشتیم، هیچ کس مسئول برای پاسخگویی به این مشکلات نباشه. سرپرست بگویم من سرپرست بودم و هیچ صلاحیت و مسئولیتی نداشتم و کسی دیگه هم در رأس نباشه و کمیشنرها هم بگوین که ما به اساس قانون تنها پالیسی ساز هستیم بلکه فعالیت های عملیاتی را انجام نمیتیم. تمام از اینها باید حل شود و رئیس دارالانشا هرچه زودتر انتخاب شود. سپاسگزار شما بانو صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا. و در ادامه خبرهای امشب، اعاده حیثیت خواست خبرنگاران که دیروز از همراهی با رئیس جمهور غنی در کندهار منع شدند. هیچ ممانعت نیست چه سوکی تصویر واخلی، سوکی ویدیو واخلی، پا مزمینو چه پیتا در غصی ممانعت نو در پر طوله که در خبریالان و در طول رسانی و در سپکاوی و در توهین پا مانده. تلاش ها برای افزایش باغ‌های میوه‌های زودرس در کشور. وزارت زراعت از طریق پروژه خود بخصوص اینستیتوت تحقیقاتی پلان و برنامه دارد تا ترویج و تکثیر شود. حکومت وحدت ملی در تعهدهایش برای بهبود وضعیت کودکان کارگر در کشور کمکاری کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید همکنون بیش از 3 میلیون کودک سرگرم کارهای شاقند، اما وزارت کار شمار کودکان کارگر را 1.2 میلیون تن میگوید. وزارت کار هرچند وضعیت کودکان کارگر را در کشور نگران کننده میداند، اما تاکید دارد که این نهاد برای بهبود وضع کودکانی که سرگرم کارهای شاقند تلاش خواهد کرد. عماد روستایی گزارش میدهد. 12 جولای را روز جهانی مبارزه با کار کودکان نامگذاری کردند. هدف از این روز مناسبتی این است که همه یک جا برای بهبود وضعیت کودکان تلاش کنند و آنان را نباید به کار کردن مجبور سازند. نور احمد 11 ساله کم از کم یک سال است به دلیل فقر و ناداری خانوادهش از رفتن به مکتب محروم شده و حالا مجبور به تحمل کار سخت و طاقت فرسا است. با این دهش از امین حالا نگران است، هرچند آرزوهای زیاد در سر دارد. قدرم که بخونم خواهد، تو کسی نیست که بگیرم، چی نیستم، سایی از مطب کشیدم، با مطب رو پاس من مطب نمکنم. میخوام درنده سوادار شم، پلیش هم اتیز شم. این تنها کودکی نیست که سرگرم کارهای شاق و طاقت فرسا در کشور است. بسیاری این کودکان از حکومت انتظار دارند تا برای بهبود وضعیت زندگیشان کار کند. حکومت همین را می خواهیم که
مشتکارم اطفال از خود بیسته تا منکلانه باید در مکتب شامل شده درس خدا بخونن، از کار که باید درس خدا بخونن، درس خدا یاد بگیرن. در این درمی اطفال است که کشور ما را در یک جای سربلند میرسونن. با تمام ناباسامانی های کنونی در کشور، آیا حکومت برای بهبود وضعیت کودکان و نیز جلوگیری از کارهای شاق کودکان در سراسر کشور اراده در سر دارد؟ از دولت مردها گرفته تا جامعه تا اجتماع در رابطه با کار اطفال بسیار بی‌تفاوت عمل کردند، یعنی اقدامات جدی در این رابطه انجام ندادند. آمارهای کودکانی که سرگرم کارهای شاق در کشورند متفاوت است. کمیسیون مستقل حقوق بشر شمار کودکان مصروف کارهای شاق را کم و بیش 3 میلیون تن میگوید، اما وزارت کار و امور اجتماعی آمار دیگری دارد. تقریبا در حدود 1.2 میلیون از کودکان را در جامعه افغانی خود داریم که مصروف کار شاق هستند و این آمار بسیار بلند است و آمار است که ما را هم ناراحت ساخته و بالاخره دولت و حکومت فعلی مجبور به این است که تا بتانیم به خاطر کاهش از این آمار دست به کار شویم. حکومت وحدت ملی برای مبارزه و جلوگیری از ادامه کار شاق کودکان در سالهای پسین تعهدهایی داشته است، اما در عمل کمتر دست به کار شده تا برای بهبود وضعیت کودکان کاری انجام دهد. در کنار کارهای شاق، حتی هراس افکنان از کودکان در میدانهای نبرد استفاده می کنند. ریاست جمهوری به دلیل عملکرد دیروزش از خبرنگاران در ولایت قندهار پوزش خواست. دیروز هنگام سفر رئیس جمهور غنی به ولایت قندهار به خبرنگاران محلی اجازه دادن نشد که جریان دیدار رئیس جمهور از خرقه مبارک را پوشش خبری دهند. خبرنگاران در قندهار مدعی‌اند که نگهبانان رئیس جمهور آنان را با زور از این مکان بیرون کردند. هرچند ریاست جمهوری میگوید که هیئت امنای خرقه مبارک از هر گونه تصویربرداری پوزش خواسته بود، اما خبرنگاران این عمل را غیر قانونی میخوانند و خواهان اعاده حیثیتند. خبرنگارانی اند که ساعتها منتظر ماندند تا سخنرانی رئیس جمهور غنی را در خرقه مبارک در ولایت قندهار پوشش خبری دهند، اما نگهبانان رئیس جمهور به آنان اجازه نمیدهند که از این مکان تصویربرداری کنند. آنان این عملکرد ریاست جمهوری را خلاف اصلهای آزادی بیان و توهین به خبرنگاران میدانند. حقیقت که در بیان آزادی سرشکره تیریدی او په هیڅ د دوی د خبرو څخه باندې ده چې د دوی په منځ کې اول امجاکي نسته او بل معقول جواب دی نه لري چې د کوم ملت په اساس باندې خبریالان اس کولی چې دغه پروګرام کوي. دا په ټوله کې د خبریالانو د ټولو رسنیو د سپکاوي او د توهین په معنا دی او موږ د خپل د حیثیت ته یادی. این تصویرهایی است که از جریان دیدار رئیس جمهور غنی از خرقه مبارک در صفحه ریاست جمهوری به نشر رسیده است. خبرنگاران انتقادشان بر این است که به تصویربرداری ارگ اجازه داده می شود، اما بر رسانه‌های خصوصی و خبرنگاران اجازه داده نمی شود. اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که بنابر درخواست هیئت امنای خرقه مبارک به خبرنگاران اجازه داده نشد که هنگام رونمایی خرقه تصویربرداری کنند. ریاست جمهوری از بهرین کارش از خبرنگاران پوزش می‌خواهد. متاسفانه بنابر درخواست هیئت امنای محترم خرقه مبارک به خبرنگاران ولایت قندهار از جریان رونمایی خرقه مبارک اجازه تصویربرداری داده نشد. ما به خاطر که خبرنگاران محترم ساعت‌ها منتظر ماندن معذرت می‌خواهم. رئیس جمهور غنی در سفر دیروزش به ولایت قندهار با مقام‌های نظامی این ولایت و فرماندهی قول اردوی 205 اتل نیز دیدار کرد. رئیس جمهور غنی در کنار ستایش از فداکاری‌های نظامیان ارتش به آنان وعده داده که حکومت برای پشتیبانی و تجهیز آنان از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد. قرار است باغ‌های میوه‌های زودرس در کشور افزایش یابد. وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که تحقیقات روی این میوه‌ها در فارم‌های کشور جریان دارد و در سال روان میزان این باغ‌ها در ولایت‌های شمال، شرق و غرب کشور افزایش خواهد یافت. برخی باغداران می‌گویند که میوه‌های زودرس در بازار به بهای بلند فروخته می‌شود و صادرات کشور را نیز افزایش خواهد داد. تمیم شهیر گزارش می‌دهد. تلاش های تازه برای گسترش باغ میوه های زودرس در کشور.
وزارت زراعت و آبیاری در نظر دارد که با گسترش باغ میوه‌های زودرس جلو ورود میوه‌های ایرانی و پاکستانی را در کشور بگیرد. این میوه‌ها که 1.5 ماه پیش از فصل برداشت می‌شود، درآمد و بازار خوب در داخل کشور دارد و میزان فرآورده‌های داخلی کشور را نیز افزایش می‌دهد. انگور، شفتالو و گیلاس زودرس کالا در ولایت‌های ننگرهار، بلخ، بغلان، کندز و کاپیسا تجربه شده، نتیجه خوبی در پی داشته است. مرکز تحقیقاتی بادامباغ این گونه میوه ها را بازمایش می گیرد و در ولایت های کشور رایج می سازد. وزارت زراعت تلاش دارد تا میوه های زودرس در کنار میوه های میان رس و دیر رس که در گذشته هم تحقیق شده در یک تعداد زیادی از ولایت ها تحقیق و ترویج کند. در ولایت هایی که شرایط اقلیمی برای یک میوه مناسب است، وزارت زراعت از طریق پروژه های خود به خصوص اینستیتوت تحقیقاتی پلان و برنامه دارد تا ترویج و تکثیر شود. بیشترین سود میوه های زودرس نصیب باغداران می شود و نه تنها فرآورده هایشان فاسد نمی شود، بل به بهای دو برابر در بازارها نیز به فروش خواهد رسید. شمار از باغداران افزایش باغهای زودرس را در رشد صادرات کشور سودمند می دانند. گیلاس زودرس برای دهقان خوب است که در بازار گیلاس نمی باشد و قیمت خوبش داره و پیسه خوب فروخته می شه. مال خراب می شه، گیلاس باشه خراب می شه، سیب باشه، آلمالی و هرچی که باشه خراب می شه، وقت زمانش نمی شه. میوه های دیرس نیز در اینجا بادامباغ آزمایش می شود و حالا در نتیجه این آزمایش در شمار از ولایت ها این گونه میوه ها رایج شده است. به باور باغداران، میوه های دیرس به دلیل نبود سردخانه در کشور از اهمیت زیاد برخوردار است و بازار خوب در کشور نیز دارد. باشنده های ناحیه ششم شهر کابل از نبود خدمات اولیه زندگی در این محل شکایت دارند. آنان میگن که سرک قیریزی شده و آبرو ندارند و نگران شیوع بیماری های گوناگون برخواسته از آب های ایستاده در این محلند. این حال و روز باشنده های نوآباد منطقه بهادرخان در ناحیه ششم کابل است. برای رسیدن به این محل خیلی باید سختی کشید. نه برای دور بودن، بل به دلیل بسته بودن کوچه های آن. باشنده های این محل از حالا نگران فصل زمستان و مشکل های آن زمانند. مشکلات زیاد است. زمستان که میشه بایسیکل پشت کرده تیر میکنیم از اینجا. از دست گل و لای. منطقه ما یعنی منطقه محروم است. یعنی کلش مردم فقیر، مردم بی‌بضاعت، هیچ کسی به ما توجه نکرده. آبهایی که در این محل جمع می شود برای این خانواده ها تهدید جدی در تابستان است. نگرانند که کودکانشان به بیماری های گوناگون مبتلا شوند. مشکلات اوراق کوچه است که با تمام مانا هیچ اوراق نداره و مردم از سای اوراق بسیاری مردم از سالدانه گرفته. باشنده های این محل ادعا می کنند که بیش از 400 خانواده در اینجا زندگی می کنند، اما برای رسیدن به بیمارستان و یا مکتب باید از راه های بسیار طولانی بگذرند. موتور آمده نمیتونه، موتور آمده نمیتونه. اگر مردم ما مریض داشته باشه مجبور در پشت خود انتقال بده مشکلات های ما. کسانی که در این محل زندگی می کنند سال هاست که با چنین مشکل های دست و پنجه نرم می کنند. اما حالا مسئولان شهرداری میگویند برای بهبود وضعیت باشندگان منطقه بهادرخان اقدام‌های روی دست گرفتند. ما گزارش دادیم. بازم ببینیم این برادرای ما، دوستای ما، اهالی که اونجا هستن، یک نائبین که بریم از نزدیک ساحه را ببینیم. بعد از اون ما میتونیم که در اون قسمت ببینیم با خود تیم رهبری شهرولی کابل هم در تماس شویم که در رئیس به پالیسی و پلان و پالیسی ببینیم که کارای زینا و پروژه‌ای که در موساها هست با کجا رسیده. کابل پایتخت است که انوز هم کوچه ها و سرک های اسفالت ناشده یه زیاد دارد که این وضعیت باشندگانش را در دام بیماری های گوناگون گرفتار کرده است. دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی امروز در سنگاپور با امضای یک سند پایان یافت. دو طرف از انجام این گفتگوها ابراز رضایت کرده و آن را زمینه ساز بهبود روابط و کمک به صلح جهانی دانستند. بر بنیاد سند امضا شده،
کره شمالی متعهد شده است روند خلع سلاح هسته‌ای خود را ادامه دهد. دونالد ترامپ میگوید تحریم ها بر کره شمالی حفظ می شوند، اما با اقدام های عملی کره شمالی این تحریم ها به تدریج برداشته خواهند شد. این دیدار با استقبال جهانی نیز روبرو شده است و کره جنوبی، چین و ژاپن موفقیت این مذاکرات را به آمریکا و کره شمالی تبریک گفتند. سرانجام دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی رقم خورد. رهبران آمریکا و کره شمالی در بیش از یک سال گذشته که با لقب‌های رکیک و زننده یکدیگر را خطاب می‌کردند، امروز در سنگاپور با هم دیدار کردند. این دیدار ساعت 9 صبح به وقت محلی صورت گرفت و دو طرف ساعت‌ها پشت درهای بسته با هم گفتگو کردند. در جریان این گفتگوها بجز از دو ترجمان کسی دیگر حضور نداشتند. هر دو رهبر هم گفتگوهای مفصل با هیئت‌های دو کشور نیز داشتند و سند مشترک جامع را به امضا رساندند. دونالد ترامپ در پایان دیدارش با کیم جونگ اون اعلام کرد که رهبر کره شمالی به منهدم کردن تأسیسات هسته‌ای و موشکی خود تعهد کرده و آمریکا نیز متعهد شده از انجام تحریم‌های نظامی مشترک با کره جنوبی خودداری کند. ما در مورد صلح، روابط دو جانبه، اعاده اعتماد میان دو کشور و خلع کامل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره گفتگو کردیم. رهبر کره شمالی تعهد کرده که روند خلع سلاح هسته‌ای را ادامه دهد. او خواهان آینده روشن برای مردمش است و ما سندهای خیلی مهم را امضا کردیم و این پیشرفت خوبی است. در مورد حقوق بشر نیز گفتگوهای صورت گرفت. ما در حالی که می‌خواهیم سربازان آمریکایی از کره جنوبی به آمریکا برگردند، اما در مورد این مسئله گفتگو نشد. در طول مذاکرات خواسته های کره شمالی شامل لغو تحریم های تجاری، دریافت کمک های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و توافق آمریکا با امضای معاهده صلح و شناسایی رسمی آن کشور مطرح شده است. رهبر کره شمالی میگوید رسیدن به این مقطع برایش آسان نبود، اما با برداشتن بخشی از موانع در مذاکراتش با ترامپ موفق شده است. من از رئیس جمهور ترامپ ابراز امتنان میکنم. خرسندم امروز با او دیدار و ملاقات داشتم و امیدوارم گفتگوها نتایج مثبت داشته و در مسیر موفقیت به پیش برود. جهان تغییر بزرگی را شاهد خواهد بود. با این حال رئیس جمهور آمریکا میگوید در حال حاضر تحریم ها بر کره شمالی حفظ میشوند، اما با اقدام های عملی پیونگ یانگ در راستای تعهداتش با آمریکا این تحریم ها به تدریج برداشته خواهند شد. تحریم ها در حال حاضر برداشته نخواهد شد. این به پیشرفت ها و اقدام های عملی کره شمالی در ارتباط به خلع کامل سلاح هسته‌ای بستگی دارد. در صورت دیده شدن نشانه های اقدام های عملی کره شمالی، روند برطرف شدن تحریم ها آغاز خواهد شد، اما در حال حاضر این تحریم ها در جایش باقی است. بر بنیاد سند امضا شده میان آمریکا و کره شمالی، دو کشور متعهد شدند روابط تازه‌ای را بنا کنند و برای صلح پایدار در شبه جزیره کره تلاش مشترک انجام دهند. دو کشور همچنان متعهد شدند بقایای سربازان کشته یا ناپدید شده جنگ را شناسایی و به کشورهایشان بازگردانند. رهبران کره شمالی و آمریکا دیدار دیگر ندارند و توافق شده است گفتگوهای بعدی توسط وزیران خارجه دو کشور پیش برده شوند. در پایان هم چند خبر ورزشی. تیم ملی کیوکوشینکای کاراته برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا عازم قزاقستان شد. این مسابقات از تاریخ 15 الی 17 ماه جون در شهر آستانا برگزار می‌شود. به نمایندگی از افغانستان 7 ورزشکار در 7 رده وزنی و یک مربی اشتراک کردند. دومین فاینالیست رقابت‌های سه جانبه والیبال زیر نام جام رمضانی مشخص شد. شب پیش دیدار دوم از مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال در غرب کابل میان تیم‌های بامیان و میهن دیگر نماینده غزنی برگزار شد که در فرجام دیدار با حساب 3-2 به سود تیم میهن به پایان یافت. این پیکارها از 1.5 هفته پیش با حضور 12 تیم ولایت‌های کابل، بامیان و غزنی در غرب پایتخت برگزار شده بود. شب پیش نمایندگان غزنی و بامیان برای رسیدن به فاینال به مسافه هم رفتند که سرانجام میهن با حساب 3-2 به پیروزی رسید و راهی بازی نهایی شد تا امشب به مسافه شاه مردان غزنه به میدان برود. این رقابت ها زیر نظر فدراسیون والیبال کشور برگزار شده است. در ادامه رقابت های دوستانه فوتبال شب گذشته دو بازی برگزار شد. در فاصله کمتر از 3 روز مانده به جام جهانی فوتبال تیم های کره جنوبی و سنگال به مسافه هم رفتند
که این بازی را سنگال 2-0 به سود خودش به پایان رساند. در این بازی کیم یونگ به اشتباه دروازه خود را باز کرد و دیگر گل سنگال از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. کره جنوبی در گروه F رقابت‌های جهان با تیم‌های آلمان، مکزیکو و سویدن رقابت می‌کند. سنگال هم با تیم‌های پولند، ژاپن و کولومبیا به میدان می‌رود. در دیگر بازی بلژیم 4-1 از سد کاستاریکا گذشت. ممنون از اینکه بیننده این مجموعه خبری تحلیلی بودید. شبتان بخیر و خدا نگهدار.